امروز اول ماه مهر در مقابل شما مردم و در مرکز شهر کل میخواییم یه بار دیگه فراخوان بدیم از طرف کمپین نجات رامین حسین طلایی که نباید بذاریم رامین را اعدام کنن. ما همین وکیلش هم حرف زدیم و ما امروز با وکیلش هم صحبت کردیم. همه ما میدونیم که 39 سال حکومت اسلامی با اعدام سر پا مونده، به ویژه روی این پرونده سیاسیه. تصمیمات در سلول‌های به اصطلاح در اتاق‌های نم کشیده وزارت اطلاعات گرفته شده. حکومت اسلامی میخواد رامین رو اعدام کنه و ممکنه در اول ماه مهر این کار رو بکنه، برای اینکه زهر چشم بگیره، برای اینکه نشون بده هست، برای اینکه در مقابل کارگرایی که همین امروز در مقابل مجلس حکومت ایستادن و فریاد دادخواهیشون رو سر میدن، چنگ و دندان نشون بده. به این معنا بسیار مهم، هر کارگری که داره مبارزه میکنه در ایران، هر زنی که حجاب بر چوب میگیره، هر دانشجویی، هر زحمتکشی که داره مبارزه میکنه، باید بدونه مبارزه علیه اعدام یه بخش مهم مبارزه ماست بر علیه جمهوری اسلامی. و الان مبارزه در دفاع از رامین یه بخش مهم مبارزه همه ماست. همه سازمان ها، همه احزاب، همه شخصیت ها، همه کسایی که میخوان حکومت اسلامی سرنگون بشه، باید دست به دست هم بدیم، نذاریم رامین را اعدام کنن. حکومت اسلامی عزم جزم کرده با یه تصمیم سیاسی رامین حسین پناهی را اعدام کنه و ما الان خبر گرفتیم در اول ماه مهر نگرانی خودمون رو داریم اعلام میکنیم. برادر رامین اینجاست، صحبت میکنه، پیام میده. از طرف کمپین رامین نجات رامین حسین پناهی به شما مردم آزاده ایران، به شما کارگران درود میفرستیم، به مردم سنندج و به همه میگیم بلند شیم، اعتراض کنیم و نذاریم رامین را اعدام کنن. این تصمیم وحشیانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی را باید به شکست بکشونیم. چون تصمیم سیاسی اعتراضات تاثیر داره، چون تصمیم سیاسی به حرف وکیل گوش نمیدن، چون تصمیم سیاسی باید رفت تو خیابون، باید اعتراض کرد در ابعاد هزاران و هزاران و میلیون ها نفر تا بتونیم رامین را نجات بدیم. امجد حسین پناهی برادر رامین اینجا صحبت میکنه. حضار محترم، دوستان، کسانی که در این مدت صدای رامین بودید، متاسفانه امروز حامی دو خبر ناخوش برای شما هستم. همونطور که میدونید رامین ماها پیش حکمش صادر شد در دادگاه چند دقیقی، مدتی پیش حکمش در دیوان عالی کشور تایید رسید، امروز بهمون خبر رسید که متاسفانه این حکم به مرحله اجرا رسیده و وکیل تایید کرد که این حکم به مرحله اجرا رسیده. از طرف دیگم همون حالا از زندان بهمون خبر دادن که رامین رو به انفرادی بردن. از طرف دیگم همونطور که میدونید احمد امین پناه داماد ما که مدتی پیش در دادگاه انقلاب اسلامی به حکم 5 سال محکوم شد، شب گذشته ماموران وزارت اطلاعات ریختن تو خونشون و بازداشتش کردن. امروز بنابر این خبر و خبر انتقال رامین به انفرادی، متاسفانه خار زادم به زندگی خودش پایان داده. میتونم بگم بدترین شرایط در این سالها شاهد بودید که این حکومت چه به سر خانواده ما آورد. این دومین مصیبت تو این هفته گذشته. نشتمان خارزاده من و زن حامد امین پناه زندانی سیاسی که خودش هم اکنون در زندان سنندج به سر میبره، امروز بعد از شنیدن خبر انتقال رامین و بازداشت شوهرش متاسفانه به زندگی خود پایان داده. رامین هم به انفرادی منتقل شده. از این رو از شما عزیزان، از کسایی که این مدت صدای خانواده من بودید، صدای رامین بودید، رامین جوان آزادی خواه، جوان 24 ساله‌ای که برای عدالت اجتماعی،
برای مبارزه در دفاع از کارگران زحمت کشان مبارزه کرده به اعدام محکوم شده. از این رو من مجدداً تقاضا می کنم همراه باشید با این کمپین، پشتیبان باشید با این کمپین و نگذارید دولت ایران بیشتر از این مرتکب جنایت بشه. اعدام رامین اعدام سیاسی هستش. بعد از دیما می دونید این حکم صادر کردن و به فوری به تاییدش رسوندن که پیغام و به آزادی خواهان ایران بدن، پیغام بدن به همه آزادی خواهان که ما با مخالفین خودمون اینطور برخورد خواهیم کرد. طی سالهای گذشته ما چند نفر از اعضای خانوادمون رو از دست دادیم. این دومین حکم اعدامی است در خانواده ما صادر میشه. در دوره قبل که انور برادر بزرگ ما حکم اعدام داشت و اشرف دیگر برادرمون که در دفاع از این کمپین و در سنندج تشکیل داده بودن متاسفانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات ترور شدن. امروز هم یعنی فاجعه دیگه برای خانواده ما. واسه همین ما همونطور که ابلاغ کرده بودیم و این مدت هم فشارهای زیادی به پدر و مادر پیر و سال خوردم به دیگر اعضای خانواده وارد بوده، ولی از این تریبون استفاده می کنم و اعلام می کنم خانواده ما تا آخرین قطره کوتاه نخواهیم آمد و با پشتیبانی شما عزیزان در دفاع از رامین و همه رامین های ایران به پا می خیزیم. امیدوارم این حکم شکسته بشه و حداقل دل پدر و مادرم شاد بشه. ممنون. برادر و خزم دور و کسم دور بناباد تمنم بابر و جو بلام رونا برو سیدار چونا خنی خینم لپی اگری آلام